من قبل از خواهش میکنم، من قبل از که سوال بعدی بکنم خوب است انتهای همین صحبتتون با سوال بکنم، شما به تفاوت‌ها اشاره کردید، اگه ممکنه کمی بیشتر در مورد همین موضوع تفاوت‌هایی که الان وجود داره با اون زمان توضیح بدین. ببینید در پشت این نبرد نابرابری تعادل قوای کیفاً متفاوتی با اون روزگار وجود داره. در 12 اردیبهشت 61 رژیم ولایت فقیه در اوج قدرت بود، خمینی هم رهبری مذهبی رو به عهده داشت، هم رهبری سیاسی رو در دست داشت و اصلا رژیم نه در صحنه بین المللی و نه حتی در داخل ایران اینطور منفور و شناخته شده نبود. یادتون هست همون اوایل انقلاب خیلی از مردم عکس خمینی رو در ماه می‌دیدن و حالا مجاهدین اومده بودن که همین دیکتاتور، این دیکتاتور ضد بشر رو با پرداخت بهای سنگین از ماه به چاه بکشن و این راه جز با یک انتخاب عاشورایی نبود، چون اصلا صحنه صحنه کنونی نبود، شرایط فعلی نبود. هر کسی در اون روز میخواست مسیر مبارزه رو انتخاب کنه میباید با یک انتخاب عاشورایی این مسیر رو انتخاب میکرد. به همین دلیل راهی بود بسیار سخت، صعب و دشوار که خیلی از جریانات سیاسی اگه یادتون باشه نکشیدن اون سختی اون شرایط رو نکشیدن، خیلی صحنه رو ترک کردن، گذاشتن و رفتن و این مجاهدین بودن که با پایداری و استقامتشون و با پرداخت بهای سنگین ایستادن و رژیم رو به ذلت کشوندن و اون رو چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی افشا کردن. پس منطق اون دوران منطق عاشورایی بود. اگر برگردیم خاطرات همون روزها رو هم به یاد داشته باشید میدونید که خیلی از بچه‌هایی که اون روزها توی صحنه بودن، همون تیم‌های میلیشیا، خیلی خودشون میدونستن، همین میدونستن که عمر اونها بیش از 2 ماه و نیم نخواهد بود به دلیل شدت سرکوب، شدت اختناق، انواع و اقسام ارگان‌های سرکوب، از دستگیری‌های گسترده، یک نیروی عظیمی که از یک شرایط زندگی علنی وارد زندگی مخفی شده و در عین حال میخواست مسیر این مقاومت رو باز کنه، خط مقاومت رو پیش ببره، با معضلات و مسائل و بسیار بقرنج و پیچیده مواجه بود. منتها خب همه مجاهدین اون دوران انتخاب کرده بودن قیمت رو بدن، بها رو بدن و این راه رو باز کنن، تا اینکه امروز ما خیلی خوب آثار و ثمرات اون خونها و اون فداکاری ها رو میبینیم. بنابراین اون زمان منطق مبارزه منطق عاشورایی بود، اما الان تا در قوای کنونی رو نگاه کنیم اصلا صحنه کیفاً متفاوته، چه در سمت رژیم خمینی، رژیم در اون نقطه نیست، و چه در سمت مقاومت و مجاهدین. فقط شما یک قلم به وضعیت رژیم نگاه کنید، ای کاش که فرصت می بود و می شد ساعتها و ساعتها در مورد بحرانهای بسیار عظیمی که گریبان رژیم رو گرفته می شد صحبت و بحث کرد. فقط یک قلم ببینید که رژیم علارغم مصرف تمامی ذخایر دجالگریش، ذخایر ضد بشری خودش، امروز در نقطه هستش که در حدید انزوای داخلی و بین المللیه و بحرانهای داخلیش به حدی هست که ولی فقیه تلس شکسته، حتی این انترش که احمدی نژاد باشه دیگه حرفش رو گوش نمیده و در مقابلش ایستاده و بحرانهای بسیار زیادی که گریبان رژیم گرفته. به این اضافه کنید وضعیت قیام‌ها در داخل ایران، مقاومت مردم در داخل ایران، به این اضافه کنید شرایط رژیم در منطقه رو و قیام‌هایی که امروز در منطقه هست و همه سوال همه و بسیاری بحث و بسترین هست که آقا اولین کسی که دیکتاتوری که باید سرنگون بشه رژیم آخوندی هست، و به این اضافه کنید انزوای بین‌المللی رژیم. و بنابراین رژیم مطلقا دیگه در اون نقطه‌ای که در اوج قدرت بود، که نه تنها در اون نقطه نیست بلکه در حدید ذلت و در انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی و داخلی هست. در اون طرف به صحنه مقاومت نگاه کنید، به صحنه مجاهدین و مقاومت که واقعا از یک حمایت و حقانیت و یک مشروعیت بی‌نظیر برخوردار هستند. شما به همین حمله اخیر رو نگاه کنید، اصلا در چند روزی از این حمله نگذشته بود که موجی از حمایت ها از سراسر دنیا نثار مجاهدین و اشرف شد، از بزرگترین شخصیت ها و پارلمانترها و کنگرسمن های کشورهای اروپایی و آمریکایی تا بسیاری از جریانات و سازمان های حقوق بشری در کشورهای آسیایی تا کشورهای عربی توی منطقه تا حتی کشورهای آفریقایی و مهمتر از همه اینها موضع‌گیری های خود سازمان ملل در یکی دو روز بعد از همین واقعه بود که خود همین ارگان های سازمان ملل وارد صحنه شدن، موضع گرفتن، حق رو به اشرف دادن، جنایت رو محکوم کردن
در حالی که فقط یک قلم قیاس کنید، من همین چند روز پیش توی اخبار دیدم که در حالی که چندین سال از ماجرای سریلانکا میگذره که ابعاد اتفاقات و حوادثی که اونجا اتفاق افتاد بسیار بزرگتر بود، ولی تا همین الان سازمان ملل هیچ گزارشی تهیه نکرده، هیچ موضعی نگرفته و تازه در سایتش خبری منتشر کرده بودش که تازه میخوان هیئتی رو مشخص کنن که این هیئت بیاد گزارشی تهیه کنه در مورد اتفاقاتی که اون روزهای آخر افتاد و این رو گزارش رو به دبیر کل سازمان ملل بده. و این در حالی است که درست بعد از حوادث اخیر اشرف، نماینده سازمان ملل در عراق، کمیسر حقوق بشر موضع گرفتن، جنایت رو محکوم کردن، خواستار رسیدگی قضایی شدن. و حتی اضافه کنید به این که بسیار از این جنایتکار الان در دادگاه اسپانیا پرونده دارن و تحت پیگرد قضایی هستن. بنابراین بخوام در یک جمله بگم، اگر ما بیایم این دود و